به همه شما سلامتی خواهان هستم. زمانه می رسد برای یک ساعت زار می شویم، برای یک دقیقه زار می شویم و حتی یک ثانیه در زندگی نقش می بازد. اما ما ساعتها، روزها، ماهها، سالها رو پسی سر می کنیم، پرواش نداریم. قصه یک بلاگر دختر رو برای شما نقل خواهم کرد. دیروز یک نفر بسیار خواهشی تماس گرفتن کرد از خارج. خیلی تماس گرفتیم، یک دختر بلاگر گریه میکرد. من چیکار کنم؟ چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ خدا به تو صبر دهد. اگر نفری معما دار گویی در زندگی نیست، همه معما دارد، همه دشواری دارد. پایان شب سیاه سفید است، صبر کن. گفت من بیمار شدم، بیماری رگ. همه میدونیم که این بیماری ها عمر طولانی اونقدر نمیبینن. از این سبب چیکار کنم؟ هر انسان سالم، انسان سالم اگر فکر کند یا اگر کسی به او گوید که تو یک سال وقت داری، تو یک ماه وقت داری، یعنی که همون نفری که برای شما معین کرد که مهلت شما را، چیکار میکنید؟ خودش معلوم است آشکارا چی باید کرد. اینجا شرط نیست ما بیان کنیم. بعد ویدیوهایش را دیدیم، حاضر در مو همین چیز مود است. فقط احترامانه خواهش میکنم، من تنقید کردنی نیستم، فقط این یک گفتار است، برای همون به نفس کسی نرسد. کامیرا را میگذارن، بعد چکار میکنن؟ رقص میکنن، برابر او شعر میخوانن، هر نغمه و اصول ها میکنن. به مردم پسند است، در حقیقت مردم پسند است، چون گفتیم اطراف این چیزا. یا عموماً هر کاری که هست اطراف همین بلاگرها، یعنی که موسیقی میمونن، شعر میخونن، یا رقص میکنن، یا رفتار میکنن، هر چی که هست در مدت کوتاه اطرافشان پر است، پر است. اما وقتی که نوارهایش رو میدیدم خرسند بود، این طرف و اون طرف هر گونه لباس ها پوشیده، هر نغمه و اصول، و به نهایت خوشحال بود. اطرافش، اعضایانش، یعنی پدپیسچیکانش خیلی زیاد بود. کجا هستن؟ چرا کسی پهلوش نیست؟ چرا؟ و هر کسی که شما رو دوست می دارد، هر کسی که این عزیزترین شما کی از پدر و مادر و دوگانو و هر کی نباشد، تا کجا می رود؟ تا کجا می رود؟ فهمیدید؟ از اون طرف دیگر نمی رود. برای همون معنی گفتن من شاید برای دیگر دختران یک درس بشود، من نمی دونم، لیکن اما باور دارم که اینها این را هم چه درس قبول شاید نکنند. و شاید فکر هم کنن که ما اونها رو گنده کردیم یا نسبتشون، نه خدا شاید است. فقط خواستم که قصه رو بیاد بیارم که روزی او هم خورسند، روزی او اطرافش پر از پدپیس چیک بود، تماشا بینانی زیاد داشت، خورسند بود، رقص میکرد، شعر میخوند. اما اکنون وقتش کم است، چیکار کند؟ آیا رقص کند؟ خورسندیش رو ادامه دید؟ برای همون، برای چی در آغاز در برای وقت و ساعت و ثانیه و دقیقه؟ هر نفری که دنیا را ترک میکند، پیش از ترک کردنش یک دقیقه پیش فکر میکرد که
من زندگی میکنم. ارزو و عوض دارد. بعدا نفرانی ما اونقدر محبت داریم. من هم یک زمان همین گونه بودم. همین ششتا نقشه های چند وقتین میکشیم. اما فکر نمیکردم که نقشه میکشی و تو پگاه این چشمی که میپوشی پگاه بازش میکنی یا نه. برای همان پایان شب سیاه سفید است. نفرانی که این قدر تب بولیده دارید، فراموش نکنید در خوشحالی کمی هم باشد یاد کنید که در تنگی شما را یاد کنند. برای همون بار دیگر از سب آن نفرانی که در شبکه اجتماعی هستند بخشش میپرسم، اگر به کسی سخت رسیده باشد. اما خرسندی شما پایان دارد. شما گل هستید، شما خوشبوی هستید، به اطرافیان لازم هستید. اما روزی کسی شاید کند گل را، اگر نکن شاید پوچ شود، اگر پوچ نشود زمستان در پیش است. زمستان همه گل ها پوچ می شود. برای همان یاد از زمستان کنید. ما مردم اکثر پیشکی کمر میگیریم، چوب هرزوم آماده میکنیم، غمی زمستان رو میخوریم. فقط همین گونه است. شما غمی زمستان رو بخورید. شما خودی حاضر ضرور هستید، اما زمان میآید مخلص. این اصلا به حفیظان تعلق دارد، به اکتیارها، به هنر، تمام نفرانی که مخلص دارند اطرافشان. نگاه کنید استاد، سخنهای استاد زمانه و یادم میاد یک زمان رادیو کار میکردم، نکمش 7 رادیو کار کردم. وقتی که رادیو کار میکردم، پروردگار هیچی نداده باشد، شاید یک صدای خوب داشته بود. از خورد تا کلان گوش میکردم، احترام میکردم، محبت داشتم. آنگونه بود من فکر میکردم که شاید دمانندی من نیست کسی که اینقدر مخلص داشته باشد، اینقدر دوستش میدارن، محبت دارن. یک روز رادیو نبروید تمام گویا دنیا چپه شد. اما استاد میگفت که سر و سیمه نشد. این مخلص ها یک روز و دو روز یا این دریش یک هفته است، پس از یک هفته و یک ماه دیگر کسی پروای تو ندارد. باز یک روی دیگر میوید، دیگر کسی پروای تو ندارد، تو همون بودی. سخنها رو درک نمی کردیم. انا این زمان است، همون زمان مخلصانی که داشتیم یا چی بودن. وقتی که من رادیو رو ترک کردم، باور کنید دیگر کسی نمی گوید که بود نبود، کی بود چی بود. برای همون مخلصایی که اینقدر بگیان پهلوتون هستن دیگر، نه اشتباه میکنید. برای همون گمان میکنم از این گفته های ما اکثرش از روی تجربه است و اکثرش از استادانه که صدها تجربه ها را، صدها این گونه ها را پسی سر کردن. در آخر گفتنی هستم برای هر نفرانی که بیمار هستند، زیق هستند، که میگویند که مهلتشون کم است. دویمو میگفتیم اگر رفت تو طبیب، گفت یک کس رو گفت که تو پس از یک سال است، دو سال است، بجوز تقدیرت، یعنی که همین قدر احتمال است که زنده بمانی. چی بیماری ویچ و سپید و هر بیماری هایی که دوا ندارد. پس اینها بسیار غم میخورند، زیخ میشوند. آخیر آدمی سالم، من میتوانم گویم که از آنها یک زینه باز پایان است. گفت چرا؟ آخیر او را بجز تقدیرش طبیب دکتر معین کرد، گفت که تو فلان وقت زنده میمونی. اما من و شما که به دکتر کی میدوند که پگو هستیم یا نیستیم. برای همون غم نخورید. اکثریت میگفتیم غم که خوردید، غم شما را میخورد. شما را دوست میدارم. گمان میکنم که سخنهایم به کسی سخت نرسید. اگر رسیده باشد بخشش میپرسم. خود را احتیاط کنید.
باور کنید دوستان، من میدونم. گفت یک استاد، ما قند نیستیم که برای همه شیرین باشیم، برای بدن نفر رو معقول نیستیم، برای بدن نفری و بدن هستن میگن که تو کی هستی که با ما رو گب میزنی. درست میگوی از یک جمله، اما غم خود رو بخورید. اگر غم خود رو نخوردید و از پس خود نشدید، کسی پروای شما ندارد. خداحافظ.